صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات وقاس غيركم بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارد چه خون که دیده چه سن روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان السلام عليك يا بقية الله أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان محترم امیدوارم هر جا که هستید تحت ظل عنایات مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف اعلی حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه و علی آبائه و اوقات ایام به کام همه شما بوده باشد همان گونه که میدانید و آماده هستید در آستانه عید الله اکبر عید غدیر خم عید ولایت عید ابناء حلال هستیم امیدوارم که آن ساحه وجودی همه شما عزیزان آماده پذیرش عید غدیر باشد قبول ولایت که مسلم است بر همه شما میدانید که شرایط قبول اعمال ما ولایت امیر عوالم امیر المؤمن روحی الله الفداست ولی این تجدید بیعت با امیر عوالم امیر المؤمن علی ابن ابی طالب اسد الله الغالب مظهر العجائب والغرائب صلوات الله علیه خالی از لطف نیست تجدید بیعت و پیمان با ولی عصر با امام زمان با اولیاء الهی از آدابی است که مفصلا به آن اشاره شده است و سفارش شده است خب حسب آنچه که میدانید در برنامه تکیه بین الحرمین با اینکه موضوع محوری برنامه ما مقتل سید الشهدا روحی الله الفدا هست مروت ادب تکلیف اقتضا میکند که راجع به غدیر امیر عوالم امیر المؤمنین روحی الله الفدا مطالبی را خدمت شما داشته باشیم و در نظر گرفتیم نگاهی گذرا داشته باشیم بر زیارت غدیریه امیر عوالم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب روحی له الفدا فرازهای بسیار بسیار بلند و نورانیه این زیارت شریف را با هم قدری بررسی کردیم گفت و شنودی کردیم و مسلم میدانید که مطالب عمیق‌تر از آنچه که حقیر با بضاعت مزجات عرض میکنم و امیدوارم که شما مشتاقان پیگیر باشید معارف را و مدارج معارف آل الله صلوات الله علیه مجمعین که غایت خلقت بشر است را به خوبی طی کنید مسلماً این امر تحقق پیدا نمی کند مگر با امر مهم براءت از دشمنان آل الله لعنت الله علیهم اجمعین پس هم رزق براءت شما زیاد شود هم رزق ولایت و تولی شما به حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین آنچه که عرض کردیم در جلسه گذشته‌ای که به صورت پخش زنده خدمت شما عزیزان بودیم آن بود که رسیدیم به لغت بسیار غنی بلاغت ابلاغ
و آنچه که راجع به حجت الله هست. تمام کلماتی که به کار گرفتم از همین خانواده هست و مفردات کلمه بلیغ است. بلیغ به معنای رساندن. امیر المؤمنین روحی له الفدا را در این فراز زیارت زائر به عنوان حجت بالغه الهی بیان می کند. تأکیدن تذکارن. زیارت خواندن عرض اعتقاد است، یعنی آنچه که میدانی را باید بگویی و آنچه که میگویی در متون زیارات معثوره باید بدانی، لازم است بدانی. قدری تند سخن بگویم که بلکه بعضی دست بکشن از کاهلی و شیطان را دور کنن، بدانن چه میخوانن. حتی در اعمال، حتی در نماز یومیه باید بدانی چه میگویی. بسیاری از ما حفظ شده ایم و میخوانیم و صرف نظر میکنیم از معانی عمیق و آنچه که در حتی امور عادیه زندگانی ما به کار میآید، حتی در امور روزمره ما دخیل هستین. لذلک فاصله بسیار زیادی از معنویت گرفته از جنس بشر. این مسئله مشکک است و شدت و ضعف دارد، همگان قصد نیست، مسلما استثناء هم داخل است. ولی آنچه که تبلور دارد، آنچه که به منصه ظهور کشیده شده است از قبل جنس بشر، این است که معنویت را یک شیء دور که گاهی باید به آن توجه داشته باشد، حالا یا از سر رفع تکلیف یا اینکه حس خوبی دارد در آن لحظات، ولی حقیقت امری نیست. معنویت چیزی است که از انسان هرگز در هیچ جا در هیچ وقتی جدا نمی شود. دائما انسان متکی به بواطن امور باید باشد. دائما انسان متکی به معنویت و آنچه که در باطن امروز ماورا به آن می گویند و انرژی های مثبت و از این گونه اسامی مختلفه. باید انسان متکی باشد، باید انسان متوسل باشد، باید انسان در اتصال باشد تا بتواند امور روزمره را نیز طی کند. کجا می‌یابد این حقایق را؟ در متون دینیه ما. خالی از تعصب این را عرض می‌کنم. چرا؟ چون که مطلب برسد به همگان. ولی تعصب در ولایت داشتن مطلب خوبی است. خلاف آنچه که بعضن در شعار به گوش مردمان فرو میکنن، خیر آقا، در امر ولایت امیر عوالم امیر المؤمن روحی له الفدا متعصبیم ما. باید هم تعصب داشته باشیم، چرا که حرف از حلال زادگیست در مسئله. خب اینها کجا پیدا میشود؟ در متون دینیه معصوره ما. چرا در متون دینیه فقط یافت میشود؟ چون خداوند علی اعلی که خالق بشر است و غایت بشر را میداند و قرار است انسان به کمال برسد، گزارده است کسانی را که توجه به کلام ایشان داشته باشیم. اینان هادیان روزگارند و ما لابدیم از مطابعت ایشان. حضرات آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، هر جا هستید صلوات را بفرستید. مگذارید لبانتان از ذکر شریف صلوات بی بهره شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج و العنان. حجته البالغه علی عباده. راجع به کلمه عباده عرض کردم که اشاره مختصری داشته باشم، مطلبی را خدمت شما عرض کنم که شاید مهم باشد برای اهل دقت. این تقید، حجت الهی حجت بارز است، حجت الهی حجت بالغه است، حجت الهی بر همگان است. اگر به آیه حج و دستور به حج بیت الله الکریم قدری تندتر صحبت میکنم، عذرخواهی میکنم، مطالب زیاد. اگر دقت کنیم به آیه امر به حج بیت الله الحرام، آنجا مخاطب حضرت ابراهیم علیه و علی نبینا و علی و علی السلام همه مردمان است. الناس، عبارت الناس اطلاق دارد. الف و لام هم که دلیل بر جمع بودن مطلب است و مشخص است. الف و لام جنس میگوین اهل لغت و اهل صرف و نه. همه مردمان دعوت به حج بیت الله شدن. این که اندکی آنجا حضور پیدا می کنن مشکله ایست و باید رفع شود و انشاءالله می آید روزی که همه مردمان توجه به بیت الله دارند. و امیدوارم که به همین زودی های زود در امر فرج حضرتش اصلاح شود و حضرتش بر ما ظاهر شود انشاءالله. امور حجت، امور حج، ببینید هم خانواده است این کلمه و یک حقیقت موافق با هم دارد.
آنجا میبینیم که مخاطب همه مردمان است. مخاطب در رشد و صلاح همه مردمان است. خداوند علی اعلی این برنامه را برای تمام انسانها چیده است و ریخته است. عرض به خدمت همه شما، ولایت نیست چنین است، حجت الله نیست چنین است. حال اندکی از مردمان در پی حجت الله رفتن، خب این مصیبتی است که اهل سقیفه برای ما ایجاد کردن. قرار نبود چنین باشه. اهل سقیفه محور را از جایگاه خودش دور کردن و مشکلاتی که ما الی یومنا هذا داریم به خاطر همین اتفاق بسیار غلط است که خود سران سقیفه نیز پشیمان از این امر بودند و حتی بیعت ابابکر را فلته گفت عمر و دستور داد اگر کسی دیگر چنین کرد در جامعه اسلامی او را به قتل برسانید. یعنی انقدر خود ابابکر نیز اظهارات پشیمانیش موجود است، ولی این پشیمانی نفعی به حال او ندارد. خب لذلك ارزم حجت بالغ است، ولی اینها را توضیح دادم تا این لطیفه و ظریفه را برای شما تبیین کنم، و آن این که اینجا قید عباد دارد، حجت بالغه بر عباد. می شود از دیدگاهی عرض کنیم عباد را مقید کرده است، چرا که آن کسانی که در مرحله اول درک می کنن حجت بودن امیر عوالم امیر المؤمن روحی له الفدا به آن معانی که در باب حجت عرض کردیم در جلسه گذشته، فقط برای عباد الله در آن نهایت ظهور است. آنها بیشتر بهره می برند. ما بقیه مردم دور شده اند و این مصیبتی است. این نگاهی است. نگاه دقیق تری داریم که به حکمت شاید نزدیکتر باشد. نظریه ایست و مطرح می کنیم. هر که خواست بپذیرد، هر که نخواست می تواند تدقیق بیشتر، تحقیق بیشتر داشته باشد. در بیانات علمی ما نزاع با کسی نداریم. مطلب را به حقش، آنچه که از حضرات آل الله صلوات الله علیه اجمعین و علمای کرام ربانیونشون به ما رسیده است، عرض می کنیم. تو خواه از سخن ما پندگیر و خواه ملال. آن نگاه دیگر چیست؟ نگاه دیگر به این معناست حجت قاطع عذر است. وقتی که آمد برهان قائم شد، دیگر بر همگان حق مبرهن است. هر که در مقام عبادت باشد، هر که در مقام عبادت باشد، در بحر عمیق عبادت غوطه ور باشد، هر که بهره بیشتری از مقام عبدیت داشته باشد، ابلاغ را بیشتر درک می کند، بهرمندتر است. ببینیم میان برنامه و خدمت شما هستم. از دل خبر دارد علی، بر دل نظر دارد علی، با مصطفی بر عرش حق عزم سفر دارد علی، از فاطمه خیر النساء زیبا پسر دارد علی، از فاطمه ام البنین رعنا سمر دارد علی، دارد حسین و زینب و در و گوهر دارد علی، علی زارده در حرم دوست، خدا را ببین قبله گه قبله نما را ببین، کعبه که زایشگه آل معتلی، کعبه که زایشگه آل معتلی، قبله به دنبال سرای علی.
کعبه که زایشگه المعتلیست، قبله به دنبال سرایه، قبله به دنبال سرایه، قبله به دنبال سرایه علی. روح الامین چو قلق شد از امر کردگار، با یک سؤال حق شده مردود و مزتر است. سؤال که شد به مکتب و آموخت پیک وک، در مکتبی که بهر خدا عبد پرور است. درس خدا شناسی از استاد خود گرفت، استاد جبرئیل امین کی؟ صلوات الله علیک یا مولا یا امیر المؤمن. همانطور که میدانید همه شما، فضائل حضرت مولا بحر لا ینفد، دریایی است که پایانی ندارد. همان گونه که حضرت حق در آیات باهرات کلام الله مجیدش فرموده است، کلمت الله این گونه است. تمام آنچه که اسباب نوشتن و ثبت است تمام شود، فضائل کلمت الله تمامی پیدا نمی کند. آیه و صراحت آیه را می دانید. امام کلمت الله است که راجع به کلمه بودن حضرات آل الله و شأن کلمه، خاطرم هست در ایام نیمه شعبان مطالبی را عرض کردیم خدمت شما که امیدوارم مرضی رضای مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرج و شریف افتاده باشد. و کلمت و کتامت فی ارضک، خطاب به حضرتش میکنی، به امام زمانت ولی عصر عجل الله تعالی فرج الشریف، که شما کلمه تامه حضرت حقید و عبارات دیگر، قرینه دیگر که مطالبش گذشته است. عزیزی اگر میخواهد دسترسی پیدا کند میتواند مراجعه کند به کانالی که رفقا تنظیم کردن. خب، عباد، حجت بالغه بر عباد. عباد هم میبینیم در سیاق، یعنی در این فراز نورانیه زیارت غدیریه، به کاف خطاب محدود شده است. خداوند علی اعلا در لسان امام هادی صلوات الله علیه کلمه را این گونه بسته است: عبادک، عباد تو. خب باید مطلبی داشته باشد. بعضی جاها میبینیم که عباده گفته شده است، یعنی با هاء ضمیر معرفی شده است، عباد حضرت حق، امیر عوالم، امیر المؤمنین. حجت بالغه الهی است بر عباده، که اینجا از همان موارد است که در این ضمیر مطالبی هست که بماند برای اهلش. جلسه قبل نیز عرض کردیم اشاره مختصری گاهی داشته ایم راجع به عبارتی که یومیه همه ما تکرار می کنیم، عبده و رسوله، در شهادت نماز، در تشهد. حقیقتی است آنجا، حقیقتی است. بگذارید وعده ندهم به گذشته و آینده، البته وعده مال آینده است، ولی حالا سیاق کلام عرض کنم. یه اشاره مختصر، عبده، یکی از معانی آن این است که اگر کسی عبد است در این عالم، به واسطه گری رسول خدا صلی الله علیه و آله است و اهل بیت او. اگر او نبود کسی مرام عبدیت نمی دانست، کسی حق نمی شناخت، کسی حضرت حق نمی شناخت، کسی رسم عبادت نمی دانست. یعنی هرچه داری نیز بر سر سفره واسطه کبرا نشسته حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین، عبده. خب و مطالب بسیار بسیار دیگری که در این فراز هست. عباده از چیست؟ نگاه دومی که خدمت شما عرضه می داریم امروز چیست؟ امیر عوالم، امیر المؤمنین، حجت بالغه است. شناخت هر کسی، شناخت هر چیزی، شناخت هر حقیقتی از ابعاد مختلفی ممکن است برای هر کسی با نگاه خاص خودش از قبل الهی. معرفت به امیر المؤمنین روحی له الفدا از قبل حضرت حق، یعنی از سمت پروردگار عالمیان تمام است. یا علی ما عرفک الا الله و انا، علی کسی
سلام الله علیتون در سیاق روایت هست این گونه عرض کردم، یا امیرالمومنین کسی تو را نشناخت غیر از خدا و من، و کسی مرا نشناخت غیر از خدا و تو، و کسی خدا را نشناخت غیر از من و تو. این روایت معروف و مشهور. خب از آن طرف تمام است، از نگاه بندگان چطور، از نگاه افراد چطور میبینیم وقتی که کسان دیگر با ادیان دیگر با مرام‌های مختلفه با فرهنگ‌های متفاوته نگاه به زندگانی امیر عوالم امیرالمؤمنین روحی له الفدا میکنند، نگاه به اخباری که از حضرت مولا رسیده است میاندازند، تحقیقاتی کردن، حتی کسانی که از دایره اسلام نیز بیرونن از ابعاد مختلف حضرت مولا را در نهایت کمال صفات پسندیده دانستند. قلیلن کسانی که دشمنی با مولا دارن، آن هم از سر جهل است یا از سر خطیر بودن ولادتشان، طیب ولاده ندارند. بله، اما حق معرفت چطور؟ اشکالی ما اینجا داریم و اشکال هم وارد است در مجامع عمومی، در مجامع علمی خاصتاً، و آن این که اگر کسی را دیدی صاحب مذهب دیگری است و از امیر عوالم امیرالمؤمنین روحی له الفدا تعریف می کند، یا این است به آنچه که نوشته است اعتقاد دارد یا این که دروغ نوشته است. اگر راست نوشته است چرا معتقد نیست؟ پس چرا اتخاذ نکرده است دین امیر عوالم را؟ چرا از شیعیان حضرت مولا نیست؟ یعنی صرفا این که بداند که امیرالمؤمنین در نیروی الهیش کننده در خیبر است یا دست نوازش بر سر یتیمان میکشید، سلام الله علیک یا ابل ایتام، کفایت میکند؟ یعنی شناخت ظاهری کفایت میکند یا باید اتباع کند؟ اگر دانستی چنین است امیرالمؤمنین روحی له الفدا، چرا از شیعیان او نیستی؟ پس خللی در جایی موجود است که بیابان را. نکته دیگر بیت شعری بیان می کنم که برسد مطلب. ماده خورشید مداح خود است که دو چشمم سالم و نامرمد است. مدح خودش را گفته است در سیاق گفتن مدح امیرالمؤمنین روحی له الفدا. لذالک عرض میکنم هر کسی شاهد مطلب ما چیست، از نگاه خودش بیان میکند و ابلاغ حجت الهی را در امور مختلف حتی امور اجتماعی بیان میکند. این شخصیت والای امیر عوالم امیرالمؤمنین روحی له الفدا، شخصیت بی بدیل حضرت مولا، ندارد کسی غیر او را، ندارد کسی. حرف چیست؟ اگر میخواهی این ابلاغ حجت در وجودت بیشتر شود، یعنی در تمام امور حجت برای تو تامتر باشد، در تمام امور حجت برای تو بلیغتر باشد، حتی در روزمرگی تو حجت الله دخیل باشد، در مقام عبدیت به آن میرسی. در مقام عبدیت هرچه عبدتر باشی مولا را بیشتر میشناسی. عباده قرض از این جمله را عرض میکنم، هرچه در مقام عبدیت بیشتر عبد باشی آن مولا را بیشتر میشناسی، آن مولا بیشتر برای تو جلوه دارد. انما یخشى الله من عباده العلماء. علماء، هرچه علمت بیشتر خشوعت بیشتر. وعجل في فرج مولانا صاحب العصر و الزمان، وقت ما را در رو بود، طبق معمول مطالب بیشتر از تایم برنامه است، انشاءالله بعد جبران می شود. هر جا هستید هدیه محضر سلطان سریر ارتضا آقا ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، عرض تبریک خدمت حضرتش صلوات ختم کنید. یا علی مدد، خدا نگهدار. رزيت كربلا وصوت العقيلة تجول مخاطري ودمعي أسيلة، حراير كربلا حزن الفواطم تدور بضاميري دور وايب كربلا صرخت يتيمه.